بینده های نهایت عزیز مهماندار هستم در این بخشی از برنامه و مهمان ما هم یکی از پیشکسوت های دنیای ورزش هستند. محترم رحمت الله عادل استاد تربیت بدنی با ما در استودیو هستند و میخواییم در رابطه به اهمیت ورزش همراهشان صحبت های داشته باشیم. سلام صبحتان بخیر عادل صاحب، ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. همراه بینده هم کلام شوید، بعدش انشالله در رابطه به اهمیت ورزش از شما میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و تمام بیننده های تلویزیونی ملی. خدا کنه جور ساعتمند باشین. رحمت الله عادل هستم، فارغ تحصیل رشته تربیت بدنی و سپورت. سلامت باشین. بیاین بحث را از اینجا آغاز بکنیم که چیز باعثی ازی شد که شما در میان یک قدر رشته های تحصیلی برین رو بیاورین به ورزش؟ بسیار خوب محترم، البته در مجموع در کل بگویم ما خودم شخصا زیاد به این رشته علاقه‌مندی داشتم، چون بخاطر که صحت میگه ثروت است، به می لحاظ صحت بسیار بر مهم است، چون صحت سلامتی بر انسان بسیار چیز مهم پنداشته میشه. به می لحاظ خوش داشتم که میرشته رو بیارم و میرشته رو پیش برم، چون زیاد علاقه مندی داشتم. علاقه مندی هموطنای ما در تربیت بدنی میرن مسلکی میاموزن، شاگردایشان انشاءالله خوب است؟ بله بله محترم، البته سالانه پانتون تعلیم تربیت و بعضی پانتون دیگر در سطح ولایت که هسته سالانه جذب داره، بعضی مسئولین میره اونجا از طریق کنکور را پیدا میکنه و میرشته را میخونه 4 سال و البته در اونجا باز در شکل مجموعی کل ورزش ها تدریس میشه و ضمناً گفتم میتونم مثلا که در اونجا به شکل مجموعی البته ورزش کار میکنه کل ورزش ها رو. خوب است، در مجموع خود ورزش به 3 بخش تقسیم شده در پونتونو، یکی ورزش های اجتماعی است، یکی ورزش های رزمی است و یکی ورزش های انفرادی است. باز اونجا به شکل عمومی میخوانن و بعض مسئولین که مثلا علاقه داشته باشه باز یک رشته خاص انتخاب میکنه، مثلا ورزش های مثلا اجتماعی انتخاب میکنه. ورزش های اجتماعی ورزش هایی است که به شکل اجتماعی یا به شکل گروهی یا به شکل تیمی اجرا میشه، مثلا مثل ورزش فوتبال یا والیبال به شکل تیمی اجرا میشه. و بعض کسا ورزش های انفرادی انتخاب میکنه، ورزش های انفرادی که هست به شکل فردی اجرا میشه، مثل یک نفری به حساب، مثل ورزش مثلا بدمنتون یا بگیم تنیس یا بعضی ورزش های دیگه. و ورزش های رزمی ورزش هایی هست که دو مبارزات به حساب فایت هست، مثل بوکسینگ و مثلا مثل ورزش رزمی افغانی که مثلا با توراندو دسته ای و ای رشته، یا مثلا رشته فری فایت یا مثلا مثلا و مثال هم دیگه رشته رزمی که داره. یعنی رشته تربیت بدنی باز متشکل از 3 بخش است. بله که بله. اجتماعی است، انفرادی هستن و رزمی هستن. شما بله از کدام رشته ایش خواندیم؟ بله بله، ما البته تا یک حد به شکل عمومی خواندیم و بعدا ما خودم شخصا باز بخش ورزش رزمی رو انتخاب کردم، چون مرا بیشتر علاقه مندی به ورزش رزمی داشتم. ما ورزش رزمی رو پیش بردم. ما البته ما خودم شخصا رشته ورزش تکواندو را تا کنربند ششم کار کردیم و همچنان ورزش رزمی با تراندو دوم کار کردیم در بخش رزمی. البته ما در مجموع به شکل عمومی کل ورزش ها را کار کردیم، به شکل علمی درس رو خواندیم، چپترایز رو خواندیم، درباره تاریخ شو و مثلا بعض تکنیک و بعض تکتیک و به حساب کل مسائلش. و ضمناً که مثلا ما در شکل علمی خواندیم، عملی میره کار کردیم، عملی مثلا محرکات و سایش به حساب کار کردیم از هم ورزش ها. و باز تخصص خودم در بخش ورزش رزمی است. درست هستن. و در رابطه با استادایتان هم اگر برای ما و برای بینده ها وضاحت بتین که اونا چگونه هستن، مثلا کادرهای افغانستان هستند در رسیت استادی تدریس میکنند یا نه باز هم افراد و اشخاص متخصصین خودشان هستند و به فعالیت های ورزشی چندان خوب و کسب مدال ندارند؟ بسیار خوب، البته استادای ما همشان در پونتونا کسب ماستر هستند، حتی مقطع ماستری و دکترا را دارند و در ضمن در بخش به حساب عملی و بخش نظری بسیار مهارت بالا به حساب برخوردار بودند همشان، چون همشون مثلا بعضشون در خارج تحصیل کرده بودن، اینجا آمده بودن از خارج اسناد دکترا و ماستری داشتن. این در مجموع در کل استادای ما استادای تخصصی و استادای مسلکی بودن، مسلکی ورزش بودن که الحمدلله از برکت ازو ما اینجا رسیدیم. درست. بین سر اهمیت ورزش هم از شما صحبت های داشته باشم که اهمیت در ورزش در زندگی یک فرد از چه اهمیت و جایگاهی برخوردار شده میتونه؟ بسیار خوب، البته ما در مجموع در کل بگویم یک مضمون خواندیم به نام طب ورزشی، یک مضمون ما بود به نام طب ورزشی، بسیار یک مضمون اساسی و مهم بود
که دو البته انسان یعنی واقعا مفاوید ورزش و که ورزش یعنی چی اهمیت داره در زمان به صحت چی ارتباط داره ورزش با جانجوریش چی ارتباط داره دو ما کل موضوعات مکمل البته اشاره کردیم یک موضوع بسیار مهمه که ما دو خواندیم که تا هیچ ذهن من نمیره تا خورم رو موضوع این بود که ورزش از نگاه طب که مطالعه بکنی ورزش یگانه کاری است یا فعالیتی است که مفید وجود بلند میبره وقتی که مفید وجود بالا رفت مقامات وجود بالا رفت موس که انسان مریض نمیشه به لحاظ یعنی ما شما باید ورزش بکنیم ما همیشه وقت این پیام از بمید همه هماتونایم که حداقل روزانه زیاد نه 10 دقیقه حداقل اولش یک ساعت مثلا یا نیم ساعت حداقلش 10 دقیقه صبحانه دوش بکنن صرف دوش خالی بکنن تنها دوش بکنن امیس که نفس زیاد پخته میشه وقتی که نفس پخته شد یعنی میس که سیستم ایمنی بدن انسان یا سیستم دفاعی بدن انسان بالا میره مقاومتش امی که مفید وجود بالا رفت انسان مریض نمیشه یعنی ورزش که از خودش مفید وجود بلند میبره و در ضمن خود ورزش که در مقابل امراض یک سپر از به حساب تو یک چیزی هست یک دیوال وری هست نمیمونه که انسان مریض شوه پس به لحاظ می مضمونی که ما طب ورزشی خواندیم کلش مکمل درباره از می مثلا فرض مثال که انسان باید تمرین بکنه چون که وقتی که انسان فعالیت میکنه ورزش میکنه تمرین میکنه اون موس که جریان خون در حرکت میه فرض مثال نفس انسان پخته میشه انسان بالاخره میس که وقتی که مفید وجود بلند رفت انسان مریض نمیشه یعنی مهمترین فایده ورزشی میسته که مفید وجود بلند میبره در مقابل امراض و انسان مریض نمیشه دقیقاً بله. بینده های نهایت عزیز استاد بسیار یک موضوع خوب را اشاره کردن به این حداقل روزانه یک ساعت نیم ساعت حداقل 10 دقیقه برای خود وقت بگذاریم به خاطر از اینکه ورزش ضامن صحت و ثروت ضامن صحت و سلامتی ما و شما هستند پس بنان برای خود اگر وقت نمانیم پس مطمئن باشین که باز چربی ها و تنبلی و کسالت و همچنان بسیار مشکلات دیگه هستند که از عدم ورزش و عدم از اینکه ما ورزش بکنیم برای ما و شما پیدا خواهد شد و امیدوار هستم که حداقل وقت بگذارین برای خود برای صحت خود برای به خاطر که ورزش هم ضامن سلامتی ما و شما هستند استاد مثلا یک کس شاید علاقه و قدر نداشته باشه برای ورزش و رفتن برای کلب و تمرین و تحت نظر یک استاد کار برش مشکل باشه یا هم وقت نداشته باشه حداقل موضوعات ابتدایی رو شما اشاره کردین که دوش هستن علاوه از دوش مثلا پیاده‌گردی هم میتونه که در جمع ورزش حساب شوه و ضامن صحت و سلامتی ما شما باشه طبعا این موضوع است در مجموع در کل فعالیت مهم است چی پیاده روی باشه چی فرض مثلا نفر جای بیل بزنه خلاصه به یعنی که به حساب مو در فعالیت شوه در حرکت بیه تا مو خون در جریان شوه ضمن انسان به حساب در فعالیت شوه خون در حرکت بیه فرض مثلا خلاصه مانده شوه یعنی به این معنی که وقتی که انسان فعالیت میکنه طبعا انسان عرق میکنه عرق وقتی میکنه به این معنی که انسان فعالیت میکنه همین که ما شما مثلا فعالیت میکنیم زمانی که مثلا ما شما فعالیت میکنیم یعنی میس که خون ما در جریان میه این مثلا دوش اشاره کردم دوش که یگانه خوبی دوش یگانه فایده اساسی دوش مهمی است که وقتی که ما دوش میگه نفس ما شون پخته میشه وقتی که نفس پخته شد هیچ وقت انسان به امراض تنفسی مثل فرض مثال امی حتی نه مثلا مریضی کرونا تا این بعضی مریضی های دیگه که مثلا فرض مثال مستقیم ششار مورد حمله قرار میته یا مثلا فرض مثال خود سیستم تنفسی مورد حمله قرار میته انسان تا این سبب مرگ انسان میشه همین که نفس پخته باشه نفس پخته شد انسان مریض نمیشه یعنی در مجموع در کل و در ضمن ببینین محترم وقتی که ما شما تمرین میکنیم ورزش میکنیم این می است که فرض مثال استخوانای ما شما قوی میشه در ضمن همین چربوهای اضافی بدن ما شما دور میشه وقتی که ورزش میکنیم ما شما همین ماده طب ورزشی خوندیم زمانی که می دمی رگای خود رگای خون زمانی که خون به شدت دی جریان پیدا میکنه حتی این مو چربی خون یک مرض میگه مو چربی تا از بین میره مو به سبب از بین میره موسی ضرورت به دوا بعض مسائل نیست وقتی که ما شما تمرین بکنیم اون مو چربی هایی که در مرگای خون هست اما از بین میره این به این معنا که ورزش در کل در مجموع خلاصه انسان شما بیشتر اشاره کردین گفتین که پیاده‌روی هر فعالیتی که مثلا انسان عرق و عرق بکنه جریان خونی در حرکت بیه چی دوش باشه چی حرکت های آزاد باشه چی پیاده روی باشه چی بیل زدن باشه چی هر فعالیتی که باشه باز ورزش کس محترم صد قانون قواعد داره ببینید ما شما مثلا اگر ورزش فوتبال مطالعه بکنیم اوس جدا قانون قواعد داره اگر ورزش بسکتبال یا فوتبال یا والیبال یا هر ورزشی که ما شما مطالعه بکنیم صد قانون قواعد داره اما باز ورزش گفته نمیشه این یک فعالیت بدنی به حساب گفته میشه دقت
اگر مشخص مثلا میگم مثلا ورزش تکواندو و ورزش تکواندو مثلا خود مثلا یک قانون قواعد داره مثلا حرکات مشخص داره فر مثال مثلا ورزش بوتروندو ده میگم جدا از خود یک قانون قواعد و به حساب حرکات مشخص داره مثلا فوتبال جدا از خود قانون قواعد حرکات مشخص داره اما یک مثلا شما تو به شکل فعالیت به حساب روزانه فعالیت میکنی مثلا ای باز ورزش گفتن نمیشی فقط یک فعالیت بدنی زقت ورزش خود قانون قواعد داره البته وطن فدراسیون داره المپیک ثبت است و ورزش افغانستان را باز چگونه ارزیابی میکنون شما مسلکی هم خواندین ورزش و ورزش رشته شما هستند و شما از کسایی هستین که میتونین صاحب اهل نظر بوده باشین در دنیای ورزش افغانستان ورزش افغانستان خوب است خوب روان است ان شاء الله الحمدلله البته قسمی که جوان‌ها رو شما می‌بینیم بسیار علاقمندی به ورزش دارن چون می‌بینیم شخصا من بهتر متانی شما هست که بسیاری مدال‌ها رو در افغانستان در هر تیم مثلا در کرکت بگیم در ورزش‌های آزاد بگیم در تکواندو بگیم در هر رشته ورزشی شما بگیم ما شما دستاوردهای زیاد داریم چون کلش تشویق و به حساب مو شاید فامیلش تشویق کرده باشه شاید ساش تشویق کرده باشه شاید مثلا بعد مسابقات ده باشه تشویق شده باشه یعنی در مجموع در کل همه ورزش‌هایی که شما فعلاً می‌بینیم شما دستاوردها در ورزش ها داریم ده هم ورزش های رزمی باشه اجتماعی باشه انفرادی باشه بله برای کدام ورزش در افغانستان تا بال کمی و کاستی را شما میبینید در مجموع در کل همه ورزش ها به شکل خوب نرمال جریان دارد الحمدلله خب سازه مسلکی داریم میخوایم نظر خود شریک بسازم بل. مثلا ورزش باتوراندو ما شاهدی ازی بودیم که در اواخر تلویزیون ملی افغانستان شاهد برگزاری بودن برگزاری مسابقات بودن هم در جوزجان بودن و همچنان اگر اشتباه نکنم در کندوز همچنان ولی که نظر به ورزش های دیگه باتوراندو به نظر خود البته بسیار عقب مانده است به خاطر از اینکه اگر با کرکت مقایسه بکنیم یا با فوتبال مقایسه بکنیم یا با ام ام ای با مبارزات آزاد مقایسه بکنیم شاید کشتی و باتراندوت هم در جایگاهی نبوده باشد که ما باز مقایسه کرده بتونیم ملت و عوامل ازی در چه شدت میتونه علاوه از باتراندوت باز ورزش های دیگه هم هستند که منم فهم فدراسیونایش در ارتباط کمی و کاستی داره یا علاقه مندی برش کمتر هستند به نحو جای کار میلنگه و اونا هم در رده های با ورزش های دیگه برابر نشده بله طبعا محترم البته ورزش هایی که مثلا تکواندو که زیاد رشد کرده یا کرکت زیاد رشد کرده مثلا یا بعض رشته دیگه که خیلی رشد کرده ای البته از اون طرف خارج مثلا فر مثال زیاد حمایت شده مثلا مثلا زیاد مصرف شده سری سرمایه گذاری شده که مثلا رشد کرده ای ورزش ها ورزش هایی که مثلا فعلا میبینیم که مثلا زیاد رشد میکنه در جهان مسابقات زیاد برگزار میشه سری زیاد مصرف میشه به حساب مصرف شده که بالاخره رشد کرده به حساب البته ورزش رزمی با تراندو ما در پونتون به حساب شکل عملی و نظری را خواندیم عملا کار کردیم و به حساب نظری چه تراش خواندیم و عملی حرکاتش کار کردیم حرکات ورزشی به حساب این مثلا ورزشی رزمی است که مثلا از خود قانون و قواعد و اصولش صدا داره در مجموع در کل یعنی سر ورزش که مثلا کار شه فر مثال مردم به او مثلا سرش کار بکنه طبعا رشد میکنه پیشرفت میکنه دیگه ورزش های خارجی که مثلا بعض ورزش ها که هست او سرزو مصرف میشه مثلا زیاد مصرف شده مثلا ورزش تکواندو فعلا در کل جهان فدراسیون داره در هر کشور جهان فدراسیون داره و میلیون ها نفری ورزش پیش میبره یا مثلا ورزش میره ببینید شما در کل جهانی سرزی تمرین میشه کل مردم میره تمرین میکنه به صف فدراسیون داره چون سرزی زیاد مصرف شد بلاخره در بازار کشیده شد یعنی در مجموع در کل امی به حساب یک چیزی که ما شما مثلا پیش رفتیم دیگه طبعا که مثلا به فرموسان مصرف و به حساب تو زحمت کار داره دیگه طبعا دقیقا بین با امید از این که شاهد از این باشیم که هر رشته ورزشی که در افغانستان داریم با امید از این که شاهد از این باشیم که هر کدامشان جداگانه برای افغانستان قهرمانی بیارن و مدال بیارن و بیرق افغانستان در کشورهای دیگه به اهتزاز در بیارن سلامت باشین ممنونتان رحمت الله عادل استاد تربیت بدنی ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین تشکر زنده باشین